یه چند ماه دیگه میگذشت، باید کادوی تولدش رو میدادیم، برای اینکه 6 روز مونده به عید 1319 در تاریخ 24 اسفند در کوچه دردار خیابون ری متولد میشه. پدر شاهنامه خونه و نامی رو از شاهنامه براش برمیگزینه. از 10-12 سالگی با ساز یکی میشه، اول دنبک، بعد سنتور، کمی آکاردئون و بعد عود که شیره جانش میشه. در سال 1347 با ساخت موسیقی متن قیصر حرفه جدیدی رو به سینما ایران تحمیل میکنه، موسیقی متن که پیشتر نداشتیم. او به این شغل رسمیت میبخشه. برای ساخت موسیقی فیلم رضا موتوری، برای اولین بار در تاریخ سینما از صدای یک خواننده در متن فیلم استفاده میکنه، صدای زخمی و زنگدار فرهاد. بعد از اون برای فیلم هایی چون توقی علی حاتمی، خاک، داشاکل، بلوچ، گوزخا برای مسعود کیمیایی، توپولی رضا میرلوهی، نفرین ناصر تقوایی، تنگنا و خداحافظ رفیق امیر نادری و ده ها اصل دیگر سینمایی موسیقی می‌نویسه. در شهریور 1352 در پرونده موسوم به خسرو گل سرخی به حبس میره. در حبس سروده احمد شاملو یه شب مهتاب یا شبانه دو رو برای دیگران بلند خوانی میکنه. از بند مجاور فریاد میکردن چنین گفت رستم به اسفندیار و اسفندیار توپل. او یه دوش یکی از بچه ها به بالای حیات میرفته و شبانه دو رو بلند خونی میکرده. ترانه مجوز پخش نمیگیره. احمد رضا احمدی به اسفند پیشنهاد حذف تکه منو میبره از توی زندون مثل شپره با خودش بیرون رو میده. او تن به این حذف نمیده، میگه من این رو همینجوری برای بچه ها خوندم، اگر اجازه نده همینجوری بذار بمونه. و تازه جواب شاملو رو میخواد کی بده. در بحبوه حوادث منجر به بهمن 57 با ابتدایی ترین وسایل و ارگی بچگانه و خانگی با یاد رفیق همبندش کرامت دانشیان موسیقی بهاران خجسته باد رو می نویسه، اجرا می کنه، موسیقی که صدا می شه و در حافظه بلند ملتی خاطره. اول خرداد 58 هجرت ناگزیر رو آغاز می کنه، با کوچه دردار ودا می کنه، آخرین دریا رو میبینه، خزر رو بغض میکنه، میگریه و به طنز به دوستانش میگه ایران به سمتی میره که دریا رو هم زمان مردونه خواهند کرد. نگاه کل تو قلب و کلش نکنی، تا اسم ایران میاد کودکی آغاز میکنه. میگه در کهنسالگی و این روزها مدام خواب میبینم، هرچی خواب میبینم مکانش کوچه درداره، هرچی ملودی تو ذهن میسازم با صدای فرهاد میاد. باشه تا در مهداب شبی ماه شب شده را به میهمانی وطن غارت شده من دعوت کنیم. خانم آقایان، اسفندیار مفرزانی. خوشحالم اینجا هستم. کوتاه بگم وقتتون 3-4 دقیقه بیشتر نمیگیرم. وقتی نوجوان بودم من عاشق شدم آزاد بود. روزش 16 سالم بود عاشق شدم. اولا عاشق معلم. جالب بود. خب یاد گرفتم دل ریختن رو تجربه کردم. دل ریختگی عاشقانه رو. خب این عشق طبیعی بود دیگه. وقتی بلد شدم عشق چیه، عشق میره گسترده میشه به محله، شهر و گسترده. عشق و انسان رو یاد گرفتم. شانس داشتم که خب زندان جای خوبی نیست، ولی وقتی همه عزیزانی که این تجربه رو دارن میدونن، میگفتیم دانشگاهه، خب یه چیزایی رو یاد میگیری که بیرون نمیتونی یاد بگیری. اونجا من شانس دیدن عاشقهایی رو داشتم، مثل یوسف آریاری، عکسش اینجا بود، کتاب مهدی اصلانی عزیز هست. این من واقعا عاشق بود و
قبل از انقلاب زندان بود و اونجا اعدام نشد و بعد از انقلاب قتل رسوندنش. یعنی واژه اعدام هم فکر نمیکنم درست باشه. یعنی اینا مقبول، یعنی دیگه عدم و نیستن، نه هستند. تمام عشق ما هست و به ما میموزه. کرامات دانشیان بود. من شانس میکنم بیشتر از یک ماه چند روز دمخور بودم و این واقعا یک گلوله عشق بود. عشق بود انسان خوب. فراهم بودن کسایی که من دوتا رو دیدم باشون بودم و هزاران عاشق. من میگم عاشق ترین عاشقان رفتند به جایی ایستادن که ما یادمون نره. فراموشی باعث میشه که این قتلی که حکومت های انجام دادن و سابقه تاریخی داره ادامه پیدا کنه. ما هرگز تا امروز حکومت رو مردم انتخاب نکردن. یه بخشی لشکر جمع کردن، حکومت قبلی رو به زور کنار زدن. تو تاریخ فقط این بوده، یعنی مردم نقشی در انتخاب حکومت نداشتن. متاسفانه هنوز ما به اونجا نرسیدیم و آدم برای اندیشیدن، برای فکر بهتر، فکر متفاوت، دگرانشی میره زندان و به قتل میرسه. و نگیم اعدام، چون قتل قاتل داره و حاکمان قاتلانی هستند که تجربه رو تکرار میکنیم دائم، شب رو و روز رو هنوز رو. من دیگه وقت رو ببخشید گرفتم. دلم میخواد با یک چیزی، یکی از کارهای خودم، از شیرین عزیزم خواهش کنم که بیاد برای من و ما بخونه یک کاری از من که مهدی جان اشاره کرد در ادین. دوستان اصرار میکردن که من بخونم و از پنجره اتاق سلول وسط بهش میکنیم که ادین این کار رو میکردم. حالا الان شیرین اینجا از خودش 5 سال زخم توهین انسان رو اسمش میذارم تجربه کرده. شیرین عزیزم